فرصت برای منشا و گل گل باز هم منشا فرصت برای منشا چه گلی زدین قاتل منشا منشا و گل منشا و گل گل قاتل منشا تماشای یه هتریک تو لیگی که بحران گلزنی تو اون از همیشه جدی‌تره یه تجربه نادر به نظر میرسه. اما ستاره این روزهای خط حمله گلگهر غیر معمولی ترین فصلش رو تو فوتبال ایران سپری میکنه. هفت هفته طول کشید تا بالاخره یه فوتبالیست لیگ برتری توپ بازی رو با خودش از ورزشگاه به خونه ببره و اون بازیکن گادوین منشا بود. ستاره‌ای که برای امیر قلعه‌نویی به نسخه جدیدی از ابراهیم توره تبدیل شده. گادوین تو فوتبال ایران موفق به هتریک کردن برای هیچ باشگاهی نشده بود. اولین هتریک فصل این ستاره رو با اختلاف در صدر جدول گلزنان لیگ قرار داد تا کفش طلا از همین حالا یه مدعی جدی داشته باشه. یه مدعی که انگار برای اولین تجربه ی آقای گلی در لیگ برتر بیش از حد عجله داره. 9 گل در 7 مسابقه. این آمار برای هر مهاجمی فوق‌العاده به نظر میرسه. منشا حتی از میانگین یه گل به ازای هر 90 دقیقه هم عبور کرده. تو همه ی ادوار لیگ برتر هیچ بازیکنی در پایان فصل میانگینی نزدیک به این نداشته. او یا توی دروازه یو عمل فاسیکا کردی منشا. رکورد تعداد گل توی فصل از لیگ برتر هنوز به رضا نوروزی تعلق داره. بازیکنی که توی لیگ 34 هفته‌ای 24 گل برای فولاد به ثمر رسونده بود. هفده گل رضا عنایتی تو لیگ 26 هفته‌ای به لحاظ میانگین آمار بهتری از نوروزی به نظر میرسه، اما در هر دو مورد تعداد بازی‌ها حدوداً 10 تا بیشتر از تعداد گل است. اگر روند گلزنی مهاجم نیجریه‌ای گلگهر درست به همین شکل ادامه پیدا کنه، منشا میتونه از 30 گل در این فصل هم رد بشه. یه رکورد تاریخی برای فوتبالیستی که تا همین چند وقت قبل تصور میشد دیگه حرف زیادی برای گفتن در لیگ برتر نداره. کفش طلای فصل گذشته لیگ برتر فقط با 15 گل به شیخ دیاباته رسید. حالا منشا فقط به اندازه 6 گل با این آمار فاصله داره و شاید فقط چند هفته دیگه به این عدد برسه. جالبه که این فصل همه مهره های دیگه گلگهر روی هم فقط 3 گل به ثمر رسوندن. بدون گل و درخشش منشا، گلگهر قطعاً شانسی برای صدرنشینی لیگ در پایان هفته پنجم نداشت. درخشش گادوین وقتی که نیامیزتر به نظر میرسه که تیمای سابق این مهاجم در محاصره مشکلات هجومی دیده میشن. استقلال و پرسپولیس این فصل روی هم در 10 مسابقه فقط 11 گل به ثمر رسوندن. منشا اما در 7 بازی فقط 2 گل کمتر از این زده. منشا در لباس پیکان بازیکن بی‌نقصی به نظر میرسید و برای پرسپولیس هم چند گل حساس زد. اما حواشی خواسته این بازیکن برانکو رو مجاب کرد که به محض باز شدن پنجره نقل و انتقالات این مهاجم رو در فهرست مازاد قرار بده. در استقلال سرنوشت بهتری در انتظار گادوین منشا بود، اما این بار و فقط بعد از چند ماه اون بدون دستاورد خاصی ناچار به ترک باشگاه شد. منشا اما با تمام قدرت به لیگ برتر برگشته و این بار برای اولین آقای گلی در لیگ دورخیز کرد. ستاره‌ای که ظاهراً برای درخشش خارق العاده در لیگ فقط کافیه که لباس استقلال و پرسپولیس رو نپوشیده باشه. توسط گادوین منشا این بازیکن